So Bazood, bitcoin.org goes offline after suffering scam attack. So bitcoin.org دومینش رو عوض کرده بود و از اون بعد از یک ساعت هک شده مثلا. بعد از اون خود bitcoin.org رفته تو توییتر گفته چجوری میشه ما تو عمرمون هیچ وقت هک نشده وبسایتمون، چرا این دفعه هک شده؟ بعد از اون حالا یه موضوع داره، مثلا موقعی که میخوای یه سرور بندازی تو اون سرور دیگه وسطیش یه فری پیریود داره که این هکر میتونه بره تو وسطش. حالا جالبه و دارن مثل که میخوان خود bitcoin.org لاسوت بزنن که میگن ما بعد از این همه سال هیچ وقت هک نشدیم، این اولین بارمونه وبسایت ما رو خراب کردی. حالا یه لاسوت هم داره براش میاد. اوکی، بریم برای خبر دوم. خبر خیلی باحالیه برای عزیزان که توی امریکا هستن. از امروز CRV لیست شد برای بایننس یو اس. به به، اودیتاشو کرد، دولت امریکا گفته اوکیه، FDIC insurance coverage هم دارین براش که میبینین که عالیه. حالا هیچ تأثیری به پرایس CRV نذاشت چون امریکایی خوابن. اوکی، هنوز خوابن، یک ساعت و نیم دیگه بیدار میشن، دیگه میبینن واو CRV، بعضو میزنن یه ذره پول میذارن تو سرمایه گذارشون برای CRV. اوکی، پس CRV لیست شده برای بچه های تو بایننس یو اس که میدونیم که خیلی استریکت هست، که یه چیزی که میخواد تو یو اس لیست بشه خیلی استریکته، خیلی استریکت. حالا آدیتاشو کردن، دولت امریکا هم گفت اوکیه، لیست شد دیگه. حالا یک ساعت و نیم دیگه امریکایی ها بلند میشن میبینن واو CRV پامپ and then to the moon you know. حالا بریم برای آنچین دیتا. بریم برای آنچین دیتا امروز که ببینیم نزدیک 200 بیتکوین از صرافی خارج شده، نزدیک 120 هزار تا ایتریوم از صرافی خارج شده و آف کورس به کوین های دیگه مثل یونی، لینک، ماتیک، FTT و CRV نزدیک 1 میلیون CRV از صرافی خارج شده. بولش، خیلی بولشه. من صبح دیدم گفتم واو چقدر بولش شدن این مارکت. حالا به کوین های دیگه مردمان دارن خرید میزنن، آف کورس زیاد نیست، میبینیم نزدیک درصدش رو میبینی زیاد نذاشتن، زیاد پول نذاشتن توش، اما we'll get there. Okay. حالا بریم برای چارت، ببخشید بریم برای 24 ساعته بریم برای 24 ساعت ببینیم که چه خبره تو مارکت. ببینیم که آرویف 32 دست پامپ کرد، کوسموس 23، ترا 22، آوالانچ 20، اسموسیس 21، الروند 20، هزوس 20، سلو 17، هدارا هشکرفت 14 و سولانا 13. آف کورس به کوینه دیگه هم که بالا پایین هم شدن، آفرین به اونا. حالا بریم به کوینه که ضرر کردن، لیو توکن و دلار. سو اگر تو دلار بودی ضرر بودی، بعد اینوست میکردی تو این دو روز پیش که من گفتم پول یه مقدار پولاتون رو اینوست کنین، اگه اینوست کردین تقریبا به سود بودین، همتون به 24 ساعت امروز تو سودین. حالا به 7 روزه شاید تو ضرر باشی، اما به 24 ساعت امروزت تو سود سودی، which would have been amazing, would have made a lot of money. حالا بریم برای امروز، بریم برای کوین بیس و بریم تو بیت کوین و ببینیم 4 ساعت چی ساخته. سو ما تو اینستاگرام به 1 دقیقه گفتیم از اینجا ریورسال بود، ریورسالش رو کرد، عالی. ناو یه جایی ریزیستنسی پیدا کرده بیت کوین. اوکی، تقریبا همینجاست، یه بار اینجا ویک کرده، یه بار اینجا، دوباره اینجا سپورت. اوکی، نو پرابلم. حالا مشکل اینجا چی هست؟ well, ببین من این تایتل نوشتم نار آف دو وودز چون یعنی هنوز بیرون خارج نشدیم از این شریعت مارکت که داره میفته. اوکی، اسپیشال اگر تو هفتگی هم نگاه کنیم، حالا بالای 21 مووینگ اوریجیم، قبول بالای 21 مووینگ اوریجیم میبینی. من بهتون گفتم اگه زیر 21 مووینگ اوریج باشین مارکت میفته. هفتگی هم هنوز نبسته، 3 روز و 13 ساعت هنوز مونده و یه ذره دیگه خودشو بکشه بالاتر اوکیه، الان که اینجاها ببنده اوکیه، مشکلی نیست، اما یه ذره دیگه خودشو بکشه بالا یه ذره مور استرونگر هستیم برای آینده بیت کوین برای شورت ترم. حالا به بلند مدت میره بالا yes. اما به الانش هنوز 3 روز و 13 ساعت مونده. اوکی، اما الان شرایطش یه ذره بهتر شد از ویدیو قبلا که بهتون نشون دادم. اوکی، سو به هفتگی اوکیه، اما هنوز اوت اوف دی وودز نیستیم. حالا بریم به کوتاه مدت ببینیم یه پترنی ساخته بیت کوین که میتونیم باهاش ترید بکنیم.
اصلا هیچی نساخته. حالا میتونیم بگیم یه اینورس هد اند شولدری اینجا ساخته بود و پترنش رو اما مثل این که کرده. میتونیم بکشیم، نم بکشیمش همینجا که بریک اوت فیل کرد. آره این فیل بریک اوت بود، تقریبا ریورسل زده از اینجا. سو به کدام مدت ریجکتد شده از فیل بریک اوتش، مشکلی نیست که میدونیم که این اتفاقا میشه. اما به یک ساعت داره از 21 EMA داره باونس میکنه. یه چیزی که شاید الان بشه میتونه تو این رنج ذره بالا پایین بکنه. حالا این به یک ساعت است چون به 4 ساعت پترناشو کرده و یه پترن جدیدی که داره خودش میسازه. حالا ذره بلند مدت ذره صبر کنیم ببینیم چی میشه. اما بهترین حالت اینه عزیزان که یه 4 ساعته یا روزانه ببنده بالای 44300 تا. اوکی؟ چون اینجا خیلی ریزیستنس هست. خیلی ریزیستنس و سپورت. اگه بریم بالاش سپورت میشه، اگه بریم زیرش ریزیستنسه. اوکی؟ و پایین ما که همینجا که باونس کردیم اینجا هم پر سپورت و ریزیستنسه. پس ما میریم این دوتا جا که الان هستیم فول سپورت و ریزیستنس هست. پس یه جایی این بتوین این دوتا رقم شدیم. حالا بدون که اگر روزانه ببنده بالای 44318 تا you know that the market is gonna return. مارکت میره بالاتر. اینه که 100% میره از هفته دیگه میره بالاتر. اگر نتونست اوکی هنوز، اما هفتگی بعد بالای 21 EMA باشه. پس همین هنوز میگم تا این شرایط عوض نشده همون 20% مقدار پولی داریم خرجش کنیم برای altcoin خریدن یا هر چی. اوکی؟ حالا بریم به 4 ساعته. میبینید که 4 ساعته داره فلیپ میشه به bearish. اوکی؟ به 4 ساعته MACD و RSI میخوان فلیپ بشن به bearish. که تقریبا از اینجا داره ریجکتد میشه و شاید هم رقم های کمتری ببینیم الان. اوکی؟ اما هیچ مشکلی نیست چون داریم از پیش داریم اینا رو نگاه میکنیم. سو بریم برای کوین بعدی، بریم برای ایتریوم. باز دوباره ایتریوم همون شرایط مثل بیتکوین. ایتریوم اگزکتلی پترن بیتکوین داره که اینوست آن شولدر بود. اما ایتریوم بذار بهتون بگم به روزانه فرق داره. میبینی؟ داره ریزیستنس لاین این پینک لاین منو داره تست میکنه. میبینی یه ذره نتونست گفته او من میخوام بیام بیرون دوباره برم بکشم خودمو بیرون برسم به رقمهای بالاتر که میبینی از اینجا داره ریزیستنس پیدا میکنه. حالا دو کار میتونه از اینجا بکنه. اگه سبز باشه میاد فردا اینجا میاد بیرون از این خط و میتونه دوباره این ترند لاین این بالا رو تست کنه که 3346 تاست. اوکی؟ سو این به کدام مدت روزانه است. اما باز دوباره من برم تو هفتگی، بعد هفتگیش هم نگاه کنین که اما تو هفتگی شرایط ایتریوم خیلی بهتره چون از 21 EMA باونس کرده. اوکی؟ اما به هفتگی اگرم اینجا ببنده هفته بعدش میتونه بیرون این خط باشه و پامپ بکنه به رقمهای بالاتر. اما بدون که هنوز فیبوناچی ریزیستنس داریم که 3349 دلار هست. اوکی؟ حالا به شرایط الان میتونه هنوز بگیم کوین‌ها دارن کنسولیدیت میکنن به کوتاه مدت. برم به کوین آخر و از اون میریم برای توتال تو. این ایدا هست. obviously ایدا به هفتگی هم also به 21 EMA bounce کرده. حالا الان داره یه ذره میتونی میگه یه ذره میخواد پامپ کنه دیگه. اما هنوز بدون حتی هم تو این شرایطش یه ریزیستنس هفتگی داره. اوکی؟ و خودش یه ذره دیگه بکشه پایین تر به هفتگی میتونه شاید از 50 تا تقریبا همینجاست از اینجا میتونه باونس بکنه. پس من اینجا یه خط براتون میکشم که RSI هفتگی کاردانو داره تو این رنج داره بازی میکنه تا یه دایرکشن خوبی داشته. حداقل بالای 5 تا باشه 50 تا باشه روند هنوز سودی به RSIش. حالا به کوتاه مدت میبینیم که ریورسال داره براش میاد به روزانه. یه ذره RSI اینجاش هم شکونده که از پیش بهتون گفتم اینا اگر دیروز بهتون گفتم یا دو روز پیش بهتون گفتم اگه این RSI اینجا رو بشکنه یه ذره خودش رو کرف میکنه میاد دوباره پایین بعد اون دیگه میره برای روند سودی که اگزکتلی داره همون کار داره میکنه با RSI. اومد بیرون و دوباره خودش رو میکشه تست بکنه. حالا با این موقعی که تست داره میکنه دو کار میتونه کنه. بیاد دوباره توش که فیل بریک اوت باشه. ما چجوری میدونیم اگه فیل بریک اوت هست؟ ولیوم اینجا رو بعد نگاه کنیم. میبینی الان ولیومی نیست. حتی یه سبز کندل به این گندگی هیچ ولیومی نبود. یه ذره باید مواظب باشین چون ولیوم نیست.
اوکی، یه ذره مواظب باشین. حالا بریم برای توتال تو. توتال تو ببین چه خیلی اتفاقی افتاده. سو توتال تو از دیروز پیروز گفتم دوباره خودشو میکشه تو اینجا، دوباره توی فیبوناچی میخواد خودشو بکشه. حالا دیدیم تو فیبوناچی ریجکتد شده. اوکی، اگزکتلی پامپ اند دامپ بود که گفتم بهتون یه پامپ اند دامپ براش میاد. حالا از ریزیستنس فیبوناچی داره تست میکنه. بهترین حالت امروز اینه که حالا ما میدونیم به 4 ساعته دارن کوینا دارن ریورس میکنن، اینه که ما میدونیم یه ذره میخوان نزولی باشن، یه ذره بیریش باشن برای امروز، چون به 4 ساعته میخوان یه مقداری بیافتن. حالا هیچ مشکلی نیست چون اینم داره همین میگه. اما این توتال تو باید تو هفتگی یه ذره خودشو بکشه بالای اینجا، حداقل خودشو بکشه به 1.162. اوکی، اگه خودشو تو هفتگی ببنده توی فیبوناچی بهتر حالت مارکت کپ اولت کوین ها. اوکی، الان چون بیرونشه، هیچ مشکلی نیست که بیرونشه، اما بدون که نکست سپورتش تقریبا 1.1 تریلیون هست. پس میبینیم که اولت کوین ها به هفته دیگه اگر این هفته رو خوب نبندن حداقل 400 بیلیون میافتن. هولی کراپ، 400 بیلیون، جیز، خیلی بد میشه. اوکی، پس اینو داریم میبینیم که به کوتاه مدت داریم اتفاق میشه. آلرایت گایز، اینم شد برای امروز برای